الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برادر عزيز، پروردگار عظيم، در وجود ما و شما یک قوای ادراک را گذاشته است و با او اساس خوش ما می آید که چیزای نو را بدانیم و با اساس از او قوا است که با جهل دشمنی داریم. دوست داریم که چیزها را بدانیم، بهتر بدانیم، دقیق و دقیقتر بدانیم و هرگاه در مجالس علم و در مجالسی که در اوجا به علم ما افزوده می شود قرار بگیریم، نوع از سکون را و نوع از لذت را طبیعتاً در اون مجلس به دست میاریم. و انگامی که یک موضوع را نفهمیم، درک نکنیم، با امو اندازه از اون مجلس خوش ما نمی آید و نوعی از فتور و سستی را احساس می کنیم. بنابراین ای قوا و ای ادراک مستلزم طلب حقیقت است. یعنی این قدرت و این نیرو که در درون ما است ما را وادار می کند که پشت حق بگردیم و طلب حق را جستجو بکنیم. سر حقیقت در حقیقت در این نظام و در این کائنات چی است؟ او در حقیقت قلب تپنده ما و شماست که می خواهد با او اصل شود و او را به دست بیارد و به شناخت واقعی و درست از او زمینه را بر خود مساعد بکند. در حقیقت او شناخت الله است. یعنی ما تشنه از این هستیم که الله را بشناسیم. پس هر چیزی که ما را به معرفت الله بکشاند ما امو چیز را دوست داریم. پس پیغمبرای خدا را شما دوست دارین. چرا پیغمبرای خدا را دوست دارین؟ به خاطر که اونها زمینه سازی می کند به معرفت الله متعال. و پیغمبرای خدا عالمترین مخلوق بس اسما و صفات الهی اند. ما شما اصحاب کرام را دوست داریم و قلب ما در تپش از اونهاست. وقتی که میگین چرا تو ابوبکر را دوست داری، عمر را دوست داری و الی آخره رضوان الله علیه مجمعین، جواب برمیگردد به اینکه اونها خدا را خوب میشناسد و نشست با اونها، مجالست با اونها، خواندن سیرتی از اونها زمینه معرفت الله را مساعد میکند. پس قلبتان در تپش محبت از اونها است. بعد اما تو پایین بیاین، علما را چرا دوست دارین، اولیاء الله را چرا دوست دارین، مردم های صالح را چرا دوست دارین، جواب امی می شود. اینا وسیله هستند با او گمشده ای ما که معرفت الله متعال است. خب روی اساس گفته میتانیم
علم گم شده ای ماست. علم گم شده ای ماست. چرا؟ به خاطر که علم ما را به معرفت الله میرساند. به معرفت الله میرساند. چون قضیه اصلی معرفت الله شد، پس علم که به اساس انبیا بیاید، به اساس صحابه بیاید، به اساس تابعین بیاید، به اساس مجالست علما بیاید، پیغمبر، صحابه، علما، اولیاء الله دوست داشتنی شدن. پس اصل شناخت این دوست داشتنی است، اصل علم دوست داشتنی است. پیغمبرا و صحابه و اولیاء و علما وسیله علم شدند و علم وسیله شد برای معرفت خداوند متعال. علم وسیله شد به شناخت خداوند متعال. در نتیجه تو گفته میتونیم علمی که ما را به الله نرساند هیچ ارزشی باز ندارد. دقیق شدین؟ علمی که ما را به الله نرساند، زمینه ساز برای معرفت الله نشود، و علم هیچ ارزش ندارد، هیچ ارزش ندارد. بنابراین در قرآن کریم دو نمونه میته، دو نمونه از علمایی که در حقیقت وسیله هستند برای معرفت، ولی وسیله برای معرفت نشدن، نشدن. با بدترین صفت اونا را تعبیر می دهد. یک جا می فرماید که مثلهم کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث. علمایی که علم اونها را به معرفت الله نکشاند، مثالشان مثال سگ است که زبانشان برآمده است، همیشه تو میگه تشنه است، اگر چیزی برش بگویی، اگر چیزی برش نگویی، امی همونطور هستن. یا دیگه جایتون تعبیر میداد که مثلهم کمثل الحمار یحمل اسفارا. مثال او علمایی که علم دارن ولی علمشان منتج به نتیجه معرفت الهی نشد، مثالشان مثال مرکب است، مثال خر است که در پشتش پالانش می کشاند، بارا می کشاند. الله متعال ما شما را حفظ بکند. روی از این اساس است که امروز بیاین سرزی بیاندیشیم که اگر ما الله را خوب بشناسیم، امر الله برای ما سختی نمی کند، بلکه ادای امر الهی سبب لذت، سبب اطمینان، حلاوت و خوشی ما می شود. یک مثال عرض بکنم. شما پدر و مادر دارین، ما فکر میکنم نزدیکترین کسی برای کسی والدینش است، و ای پدر و مادرم پدر و مادر بسیار عزیز و گرامی و دارای یک شأنی باشد. اتو فکر بکنین پدرتان یکی از شخصیت‌های بسیار مطرح و بلند و نیک، همه مردم را دوست داشته باشد. در آن روان استی و این پدر را میبینه که یک بار در این پشتش است و تو روبرو شدی با او، میتونی که بار از در پای پدر در پشت پدرت بگذاری؟ او را از پیش میگیری، یک خواه از پیش میگیری، یکی که تو خودت میکشی و این پدر همراه تو روان باشد، سخت لذت هم میبری، خوشم میباشی که الحمدلله من آمدم و ای وزن گرفتم. و یا در رکاب پدرت روان بوده باشی، از این رفتن لذت میگیری. یا در پدرت در خانه بوده باشد، برات بگوید که فرزندم یک گلاس آب بده.
و تو بخیزی آب را با کل محبتت او را برش تقدیم بکنی، از این آب دادن لذت میبری. این تو میتونیست یک کس دیگر بگو یک گلاس آب برش بده، یم بود، ولی ای که خودت آب را برش میتی از یک مزه جداگانه میگیری. اگر پایین تر بیایم، یک مهمان بسیار عزیز داشته باشی و برای از او مهمان عزیزت نان تیار میکنی و برای از او باز چیزی را پیشکش میکنی، پیسیت هم رفت، نانم برش دادی، زحمتم برش کشیدی، نانم او جناب خورد، مهمان خورد، ولی لذتش تو میگیری. چرا این رقم است؟ به خاطر که در بین تو و در بین مهمان، در بین تو و در بین پدر و مادرت یک چیزی است به نام محبت، و او محبت تو را وادار به چی میکند؟ به مجالست میکند، تو را وادار میکند به مصرف کردن، تو را وادار میکند به مشقت، بارش در پشت میکشی و از این کلش لذت میبری. خب حالا بیاین به این که مشکل ما چی است؟ مشکل ما ایست که الله را وقتی که ببینیم رابطه ما با او ضعیف است، از اوامر از او خوب اطاعت نمی کنیم، از اوامرش لذت نمی بریم، مزه نمی گیریم، شیرینی نمی گیریم. برمیگرد بر این که ما امر را شناختیم خو آمر را خوب نشناختیم. امر را شناختیم ولی آمر را خوب نشناختیم. من در الله پاک امر بانی پویگو چه الله را تولی چه منزو که خود در الله پا اردوان بانی که معلومات نلر. آقا شأن و جلال و شکوه در الله بانی که علم نلر. دمدی پا اساس بانه دیمنگ رابطه در الله سا ضعیفه ده. نو کله چه در الله پاک پا اسما و صفات و دیمنگ علم زیاد شی، پا اماغ اندازه بانه در الله در اوامر رو نخه اطاعت کو، او در الله در اوامر رو نخه لذت رو خه مزه اخلو، خه خوانده اخلو. سمره چه دیمنگ علم ده الله پا اسما و صفات و زیتیگی امام را با ده الله ساده منگ را با تک قوی کیگی. خب پس میبینیم که مشکل ما ایست که امر را میفهمیم، امر را خوب نمیشناسیم. پیغمبرای خدا و اصحاب کرام و بزرگا، او مبارکا الله را زیاد مشناختند. از این خاطر از فرمان الله متعال سخت لذت می بردن، سخت لذت می بردن. عزیزایم، رب ما برای ما یک رمز می دهد، یک رمزی با او شکل می دهد که ما که محتاج شدیم احتیاج ما را مشکنانه، احتیاج ما را متواضع و فروتن عاجز میکنه و احتیاج تو را وادار میکنه که دروازه را چی کنی؟ دق الباب بکنی و طلب بکنی. حالا اگر به مخلوق رفتی و دق الباب کردی، هر قدر قد شامخ داشته باشی تو هم به ذلت برمیگردی، و اگر دروازه الله را دق الباب کردی هم لذت میگیری هم عزیز میمانی، هم شکوه و جلال پیدا میکنی. حالا ما چرا قخور دستیم که هر روز دروازه مخلوق را دق الباب میکنیم و از او می خواهیم که عزیز شویم، مشکل ما خلاص شود، احتیاج ما برطرف شود، تواضع و انکسار می کنیم و بازم می بینیم که مشکل هم خوب حل نمی شود.
اون مشکل هم خوب حل نمی شود. الله شاهد است اگر ما برگردیم به پروردگار ما، به پروردگار ما برگردیم، به او ذات عظیمی که این کل کائنات را آفریده است، ذاتی که اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اذا اراد شیئا ان یقول له کن، جای بجای فیکون. با او رب کم اتصال داریم، دروازه شده قلباب نمی کنیم، برایش بر نمی گردیم، کل وجود خود را انداختیم به دروازه مخلوق، از او طلب استمداد می کنیم، با او تواضع می کنیم، با او عاجزی می کنیم. رب من به ما میگه که آسمان را میبینی با این عظمتی که دارد، امی کره بسیار بزرگ دنیای در گرد آفتاب منظم میگردد، یک کمک این طرف و طرف نمیشود، شب و روز را مهتاب برد مقبول میدهد، این گلهای زیبا با رنگهای مقبول با بوی مقبول، ایران ما برات دادیم. در درون خودت یک بار بیاندیش کدام جای تو کج و کور نیست، او را ما برات دادیم. در این کائنات قمندی ما میچله، از کسی دیگری نمیچلد. منان به ما برگردیم، به ما برگردیم، کل گپ در امیجاست. عزیزایم، بناهن علم را به سه دسته تقسیم میکنیم. یکی علم است به خلق، علم به خلق. دقیق شدن؟ علم به خلق که اساسش اصلاح امی دنیای ماست. علم به خلق زمینه سازی می کند امی دنیای ما جور شود، مکتب انجینری و و ای کلش که می خوانین امی خاطر است دنیای ما جور شود. علم به امر صلاح آخرت ما را جور می کند. علم به امر یعنی علم به امر الهی، به نماز، به روزه، به زکات، عقیده، این چیز هر قدر بدانیم آخرت ما را جور میکند. علم به الله، علم به الله در حقیقت علم است که ما را از دنیا و آخرت باز غنی میکند. از دنیا و آخرت چی میکنه؟ غنی میکند. و مولای خواجه عبدالله انصار رحمت الله علیه که میگه آن کس که تو را شناخت جان را چی کند، فرزند و عیال و خانمان را چی کند، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه ای تو هر دو جهان را چی کند. یک بار میری به یک جای دیگری، اگر ما الله را خوب بشناسیم و صحیح بشناسیم، ما را غنی میکند، غنی ما را میکند، غنای قلبی میدهد، حلاوت میدهد. ذاق طعم الایمان من رضی بالله ربا، ذاق طعم الایمان، امی لذت ایمان را چشید. کی؟ کسی که الله را به عنوان ربش بپذیرد. رب از تربیت گرفته شده به معنای عزیز که یک شی را قدم به قدم به هدفش برسانی، آهسته آهسته به هدفش برسانی. پس الله خالق ماست، او ما را آهسته آهسته به هدف میرسانه. هدف چی بود؟ ای که الله را بشناسیم. هدف امو است عزیزایم.
حالی چی کنیم که الله را بشناسیم؟ اول نظر انداختن در امی تقلبات شب و روز و در این نظام که هفته گذشته براتون بحث کردم، از جملش بهار بود. امی خزان و بهار و زمستان و دیگر و صبح که می آید، این از پیشش تیز تیر نشوین، یک کمکی داری بیندیشین. پروردگار ما می فرماید که این فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. من اولی الالباب؟ الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار. شما ای آیات را باز کردن مطالعه بکنین، تلاوتش بکنین، میگه یقینا در آفرینش آسمان ها و زمین و اختلاف شب و روز دلائل واضح است، دلائل واضح است از معرفت خداوند متعال. برای کی؟ برای آنانی که تفکر میکند، میاندیشد. تفکر چی شد؟ چرت زدن نیست، خیال پلو نیست. تفکر پای هم گذاشتن معلومات تا به واسطه معلومات مجهول را معلوم کنی. یک موضوعی است که زیاد جنجال دارد. من علم تصوف که میبینم در بین دو جاهلا قرار گرفته متاسفانه. یکی همین جاهلایی که هستن که اصلا نمیداند و اصطلاحات تصوف را به تعبیر شخصی خودش تعریف میکند. خطا از اینجا شروع شده. ما در علوم میخوانیم که واژه لغت حق شرح لغت دارد. دقیق شدین؟ نمیشود که زبان از ما بوده باشه تو شرحش کنی. زبان ما از ماست، ما شرحش باید بکنم و شرح ما مرار اعتبار است، نه شرح تو. یک تعداد برادرای ما که سلف، اونا نمیفهمند تصوف ولی ردش میکند. چرا ردش میکنه؟ اصطلاح صوفی را به حسب تعبیر شخصی خودش تعریف میکند. صوفی خودش نیست ولی اصطلاح تصوف او شرح میدهد. این خودش جهل است. گروپ دوم دکاندار هستند، صوفی های جعلی، سجاده نشین والا. اونا صوفی نیستند، دکاندار هستند. در حقیقت به عوضی که خدا رو به مردم معرفی بکنه، خدا معرفی میکنه. به عوضی که الله را، عظمتش رو به مردم معرفی میکنه، عظمت خودش رو معرفی میکنه. به عوضی که رابطه یک انسان را با خدا محکم بکنه، رابطه انسان را با خودش محکم میکنه. این مردم های مزخرف، اینا صوفی نیستن، صوفی نماستن. این دکاندارا فقط وسیله تضعیف و تحقیر مردم هستند. مردم را استهزا میکنند. عظمت الله را در دلش نمیماند، عظمت خودش را در دلش میماند. اینا وقتی که اصطلاحات تصوف تعبیر میکند، اشتباه میکند. ما وقتی که میبینیم دو مکتب وجود دارد، یکی به نام وحدت الوجود است، یکی وحدت الشهود است. بعد علمای فقه که خیستن شروع کردن، میگه این وحدت الوجود ای که است بنده کت الله حلول میکند. بنابراین تا به هاست شروع میشود که خدا نخواست کافر هستن و چی هستن، چی پیش میرن. باز وحدت الشهود را قبول میکنه که وسیله عظمت الله را در مخلوقش جستجو میکند. در اصلش اتو نیست. در اصلش خطای بزرگی که صورت گرفته از اینجا سرچشمه گرفته
که تصوف یک سیستم تربیتی است. تصوف یک سیستم تربیتی است که به حسب حال مرید مرشد او را توجیه می کند. بنابراین گاه مرید در حد قوی است که می تواند کل نظام را به معرفی برش بگیرد، که این را وحدت الوجود تعبیر کنیم، و می شود که جزء نظام را به معنای وسیله معرفت تعبیر بکند که وحدت شهود می شود. خطا از اینجا صورت گرفته است که تصوف را به یک سیستم مشخص تعبیر بکنیم، نه به وسیله تربیت، بعد مشکل حل می شود. حالا ببینین که پروردگار ما میگه که ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، در این کائنات دلائل واضح و روشن است برای قومی که می اندیشد و فکر را گفتم خیال پله و چرت نیست، بلکه فکر پیهم گذاشتن معلومات است که ما را مجهول را برای ما چی میکند؟ معروف میکند. پس یکی از وسائلی که ما را به الله نزدیک میکند و معرفت به ما حاصل میکند، معرفت امی کون و نظام شد، معرفت خود ما شد. دو، نظر انداختن در افعال خداوند متعال، این دوم وسیله شناخت ما شما می شود، دوم چیزی که ما را به معرفت پروردگار ما می کشاند. نظر انداختن در افعال خداوند متعال است. پروردگار ما فعال لما یورید است، کل یوم هو فی شأن، لا تأخذه سنة ولا نوم. پروردگار حی قیوم داریم، بناهن پس پروردگار ما که حی و قیوم است و همیشه عمل می کند، نتایج عملش را در نظام جستجو کنید. فسیرو فی الارض، میگه برین در زمین. فانظرو کیف کان عاقبت المکذبین، یک بار ببینید که آخر انجام آنان که اسما و صفات الهی را تکذیب کردند، شریعت خدا را تکذیب کردند، وحی الهی را تکذیب کردند، به کجا انجامید؟ فسیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبت المکذبین، آخر انجام دروغگویان چی شد؟ خب معنا چی؟ تو یک بار ببین که پروردگار عظیم به یک کسی پول داد، خوب پولدارش کرد، ولی انگامه که به پروردگار بر نگشت که تمو پول غرقش کرد، نکدش. به یک نفر دیگری قدرت داد، چوکی داد، مکنت داد، آیا او را در او غرق نکرد؟ کسی دیگر را قدرت میدهد، نیرو میدهد، بعد از او به یک پشه لنگ از بینش نمی برد. کسی دیگر را قدرت می دهد، نیرو می دهد، و کوچکترین گجشکا از بینش نبرد. پس وقتی که ایده مطالعه می کنی، او ذاتی است که تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر. کل چیز در اختیار ازوست. حالا وقتی که رب ما مقلب القلوب است، عزت دهنده و ذلت دهنده است، مرض دهنده و شفا دهنده است، حکم او میکند در نظام، پس ما کوشش بکنیم که خدایا در درون ما که انقلاب میاری و ما را متحول میکنی، خدا ای تحول را به خیر ما بگردان. دقیق شد؟ این با تکرار میکنم عزیزم، مهم است. رب ما بیکار نیست، رب ما عمل میکند. از الله بخوایم خدا در درون ما خود تصرف میکنی،
ما را از یک مرحله به مرحله دیگری میکشانی. خب خدای ما را به طرف ذلت مکشان، بلکه ما را به طرف عزت بکشان. خدای ما را مرض نده، صحت بر ما بده. خدای ما را جاهل مگردان، علم به ما بده. خدای ما را توحید راستی نصیب بگردان، ما را عزیز بگردان، از ذلت و خاری ما را خلاص بگردان، از فقر ما را خلاص بگردان، از احتیاج ما را خلاص بگردان، از نفاق و شقاق ما را خلاص بگردان. چون او امر میکنه، از این خاطر بر ما میگه همیشه از ما بخوای. رمز گرفتین؟ حالا چی میگه؟ ادعونی استجب لکم، هر چی که میخوای ما برتم را اجابت میکنم. زیرا او فعال لما یورید است، او تصرف میکند. و تصرف را وقتی که ما احتیاج خود برش پیشکش میکنیم، عظمت و شکوه الله را در حقیقت بیان میکنه. ارگا ما او به ما میگه که ادعونی، ادعو صیغه امر است، نون وقایه ضمیر متکلم مفعول بهی است، دلالت به تخصیص دارد. تنها و تنها از ما بخواهید که شرط دیگر را نمانین. نگو خدا کنه و فلان نکنه. دقیقی شدی؟ این کار را نکنی، این نارواست. خدا کنه و فلان نکنه. فلانه چی کار است در اینجا؟ نگو که خدا و سخی جان پشت پناهت باشه، این کار را نکو. وقتی که الله گفتی، او متصرف است، او مسلط بر اوضاع است، او از رگ گردن کده به تو نزدیک است، او از پدر و مادر کده تو را زیاد دوست دارد، او محتاج نیست. بنان هر قدر که از او بخوای، استجب لکم، بر شما جواب میدهد. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، آنانی که از سر باز میزند از خواستن از ما، بسوی ما متوجه می نمیشه. با وصفی که او فعال است، الله بیکار نیست، کار میکند، عمل میکند، یکی را عزیز میکند، یکی ذلیل میکند. تو بگو خدای ما را در جمله ذلیلا قرار نده، خدای ما را در جمله محرفین قرار نده، الی آخره. الله امت شما را نگاه میکند. پس بیان که به این گپ برسیم که وقتی چنین شد که الله تصرف کننده او باشد، چرا؟ به خاطر که خالق اوست. ارگا ما در نظام اندیشیدیم، دیدیم که هیچ خلا وجود ندارد، هیچ خلا وجود ندارد، در هیچ جای اعتراض کرده نمیتونیم. فانظروا، یک بار ببینین، بار بار ببین. یرجع الیک البصر خاسئا و هو حسیر، این نظام اقد دقیق است. پس تو چی را خواد خواستی؟ این خواستی تو چی خواد بود در مقابلی کل نظام بزرگ؟ میگه قرضدار هستم، قرض مرا خلاص کن. بسیار چیز خرد است، اما تصیح نیست. مریض هستم، جورم بکن، اما ترس نی؟ این تو یک مشکل دارم، امور برام حل بکن. این بسیار چیز خرد است، بسیار چیز خرد است. او را الله میگه برات میتم، او را الله برات میدهد. و رسول علیه السلام میفرماید که هیچ وقت خدا دعای دعا کننده را رد نمی کند، هیچ وقت. خو یکان بار یک مصیبت دیگه دفتر تو را روان است، نه؟ به دعایت الله او را برطرف میکند. یکان بار مشکلات در آخرت داشته میباشی، دعا را بر ذخیره میکنه، باز میگه فلانه وقت از من تو یک چیزی را خواسته بودی، چون تو را دوست داشتم که این مشکلت عالی برطرف بکنم و تو را ببخشم در مقابل از این دعایت. و تو خود گفتی که خدای هیچ دعای مرا کاش که در دنیا قبول نمی کردی، هیچ دعای مرا قبول نمی کلش در اینجا برم ذخیره می کردی. عزیزایم، چقدر که ما با پروردگار ما باشیم، به با امو اندازه باز مطمئن می شیم. چقدر که عظمت رب العالمین را در افعالش مشاهده بکنیم، باز ما بسیار کوچک میشیم،
و اطمینان حاصل میکنیم به ای که پروردگار ما تصرفش تصرف جاهلانه نیست. تصرف الله در مخلوقاتش جاهلانه نیست. ما که در چیزی تصرف میکنیم یگان بار از پیش ما خراب میشه. دقیق شدین؟ به وضعی که یک سوچه بزنیم دیگه از پیش ما زده میشه، خراب میشه، از الله تو نیست. تصرف الله تصرف عالمانه است. یگان بار ما یک چیز را میفهمیم، قصدن کینه پیدا میکنیم، خرابی پیدا میکنیم، همین کار صحیح نمیکنیم، باز از پیش ما خراب میشود. الله ما مهربان است، بر بالای ما از پدر و مادر کده به ما مهربان است. بنان ایمان خوب کدام ایمان است؟ که تسلیم شویم به پروردگار ما. از این خاطر است که یک جمله را ما شما میخوانیم در سخت‌ترین وقت میخوانیم، او را چی میگیم؟ انا لله و انا الیه راجعون. این جمله چی معنا میدهد؟ این معنا این میده که ما خود را تسلیم میکنیم به رب ما و تصرف اوضاع را تصرف برحق میدانیم، تصرف برحق میدانیم. ما از آن اللهیم، به سوی الله بر میگردیم، تصرف از آن اوست. پس در مرگ قبولش کردیم، در فقرم قبول کنیم، صحیح شد؟ در مرضم قبول کنیم، در مشکلاتم قبول بکنیم. انا لله و انا الیه راجعون. ارگا ای را گفتیم نتیجه چی میشود؟ قلب مطمئن میشود، قلب مطمئن میشود. لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا، به ما ضرر نمیرسد مگر آنچه که الله خواسته باشد. این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یریدک بخیر فلا راد لفضله یصیب به من یشاء و القدر خیره و شره من الله. پس در این صورت هر چیز که از طرف الله شد، معنا چی شد؟ اگر نعمت به ما داده شد متکبر نمیشیم، اگر مشکل رو برو شدیم صبور می باشیم. در نتیجه عجباً لامر المؤمن، ای کار مسلمان عجیب است. ان امره کله له خیر، همه کار از این یک از این مسلمان. ان اصابه الضراء، اگر مشکل برش برسد صبر، صبر میکند، فهو خیر الله. و اگر نعمت ها برش برسد شکر میکشد، او هم برش خیر است. پس به این اساس ما گفته میتونیم که انسان‌ها گل سرسبد مخلوق هستند. دقیق شدین؟ چرا؟ به خاطر که اراده کردند، میخواهند که شناخت پیدا بکنند. از کی؟ از پروردگار عظیم. این شناخت به معرفت الله متعال در نظام کون. صحیح شد؟ نظام را مطالعه میکند. به معرفت الله متعال و افعال رب العالمین. ارگا ما از این دو دریچه بخوایم پروردگار عظیم را بشناسیم، علم اساسی را گرفتیم، علم واقعی را گرفتیم، در نتیجه ما عزیز میشیم. خب پس میبینیم که هر قدر که ریش سفید شما میشین، عزیز شده میرین، محبوب شده میرین، جایگاه پیدا میکنین، یک نوع بزرگی و عظمت را پیدا میکنین. اگر معرفت الله کم شود، بری سفیدید یک شی اضافی هستی. روز گذشته تیر می شدم، می رفتم جای، یکی از ریش سفیدا را دیدم در چوکی شوشتم، دست خودم تو گرفتم، بر بالای استاد شدم، نشناخت، من متوجه نشد. بسیار دلم درد کرد که خدایا این نفر از عمرش استفاده نکرد، حال فقط انتظار مرگ را میکشد. دقیق شدین؟ فقط انتظار مرگ میکشد. عکس از او یک انسانی که با پروردگار باشد، عمر خود را در معرفت الله داده باشد. هر قدر کیری سفید میشه، امی کل اطراف دلش دقدق میکنه که یک برکت از ما نرود. دقیق شدین؟ کلی مردم هم میگه که ای خو یک برکت است بر ما، مجلسش، نشستش، برخوردش، سبحان الله.
ریسفید شده میره، دل آدم دق دق میکنه، میرود میرود میرود. پس دعا بکن که خدا ما را معرفت خود را نصیب بگردان، توفیق عبادت را بده، قلب ما را استوار بگردان به محبتت، به طاعتت، به که به تو سکون بکند. الا بذکر الله تطمئن القلوب. بعد هر قدر که میگه الله، سبحان الله، الحمد لله، الله اکبر، عظمتت افزوده میشود، جایگاهت بلند میرود و بلند میرود. پس الا بذکر الله تطمئن القلوب، ای آگاه باشد که به یاد الله قلب ها اطمینان پیدا میکند. خداوند متعال قلب های ما را مطمئن بسازد. رب العالمین تصرفش در حق ما نیکو بکند. خداوند متعال مشکلات دنیا و آخرت ما را حل بکند. پروردگار عظیم به لطف کرمش، به احسانش، به برکت اسماء و حسنایش در کشور ما صلح را استحکام ببخشد، برادری و اخوت را استحکام ببخشد، فتنه ها، آشوب ها و جنگ و کشتار را از ما الله بگیرد. رب العالمین به لطف کرم ذلت ما را به عزت تبدیل بکند، فقر ما را به غنا تبدیل بکند، مرض ما را به شفا تبدیل بکند، بیعدالتی ما را به عدل استوار بکند. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار. اللهم اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.